آنجا که قافله با چشمانی اشکبار قتلگاه را به وداع گذر می کرد، ام المصائب عقیقة العرب جبل الصبر با قامتی خمیده پای به بیابان بلا نهاد. طاقت نداشت زینب باشد ولیکن حسین نباشد، توان استقامت نداشت ولی او بود، 84 بانوی مجلله به همراهی کودکان مجدره. او بود که بار سنگین فراق را بر شانه می کشید یک و تنها. یک جا پاسخگوی تازیانه بود، چرا که نیزه به حرکت در نمی آمد و چشمان خورشید در ظلمت شب اشاره به خار منزل طفلی حزین داشت. او بود که بایدها را به سکونت ضربه های سهمگین اسارت قوتور در خون ملتهب از هتک حرمت ها باید پاسخ می داد. چشمی بیرمق که طاقت فرسایی از آن جلوگر بود، زینب و بیابان. الله اکبر، اگر می شود دختر امیر مؤمنان، دختر معرفت، دختر نورانیت در بیابان پای به سلسله، گوش بیقرار از نعره و هلهله، سنگ و تازیانه و ولوله، نمی شود باور کرد. باید سکوت کرد و گوش به صلای صلابت او داد. آنجا که فرمود ما رأیت الا جمیلا، او دختر وحی بود، بارها اذن ورود به جبرئیل داده بود. پدر و مادر و برادرانش کسانشین بودند، امروز او باید کسا باشد بر بی کسی های اهل بیت. استاد علم صبر است این بانو، حلول شب ناله های کودکان فصل آغاز اندوه او بود پس از ماجرای آتش. بیابان عادتی عجیب دارد، صبح و ظهر او گرمایی جان فرسا دارد و شب هنگامش آنچنان سوزنده است. نیشتر سردی هوا استخوان را به درد می آورد، حتی مردان قوی اندام هم به زانو در می آیند در آن هنگام سهمگین. وضع خاص او که رهاورد آتش و فراق و داغ و هجران بود، در آن ساعات با اسارت هم آهنگ شده بود. این بیابان سکوت او را به تفکر است. چگونه می شود یک بانوی غم دیده اینقدر با متانت، با صلابت، با شهامت شهادت را به تصویر بکشد؟ آن روز زینب تنها بود و بیابان در حیرت. امروز زینب باز می گردد و حیرت بیابان را به تجلی گام های استوار این زائران به اشتیاق می گرید. آن روز، آن زمانی که زینب از شام باز می گشت، سینه ای محزون داشت، یک گام به جلو و چشمی به پشت سر. گنج پربهای اهل عترت در ویرانه شام برای همیشه
به اختفا خفته بود، چگونه می توانست از او دل بگیرد؟ مگر نبود این که او مشتاق دیدار پدر بود؟ و مگر او نبود که وعده دیدار داده بود طفل محزون را؟ امروز او آمده ولی طفل حزین نیامده. شام کار را یک سره کرد فراق، امروز این جماعت آمده اند، زمان ابلاغ تسلیت نامه زینب به برادر بی سر. میخواهند با نگاه های خیش، با حضور خیش در کنار او، این خواهران غیور شیعه دست تسلی بر اندوه بی پایانش به عنوان بیعت دراز کنند. آمده اند که ام کلثوم را تسلی خاطر بدهند، با عشق مرهم ها آوردند، از دیار خیش معجر آوردند، گهواره قارت شده را باز پس گرفتند، رباب را به ناله همراهند و بی سایبانی های او را سایه انداز. آماده آمدند، می دانند که او هیچ سایه ای را به نگاه نمی نشیند. آمدند در کنار او بنشینند، لطمه بزنند و با او هم ناله، با نوای بنیه 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 جان بدهند. آمدند نجم را سر سلامتی بدهند، لیلا را تسلی خاطر. اما چقدر غریبانه، مگر می شود زینب را ساکت کرد؟ دریق از یک ثانیه جدایی، دریق از یک ثانیه بی حسین بودن و بی حسین ماندن. دریق و درد، دریق و حسرت. اگر نمی شود تسلی خاطر او شد، می توان به سوز ناله هایش نالید، می شود به اندوه او زار زار گریست. اگر نبود شامیان به عشق چشم او به خنده در آمدند، حنا بستند که زینب بی برادر شده است. این جماعت، این خواهران بی ادعا، فقط و فقط به همراهی او آمدند، مگر به اندوه او اندوهگین و به قربتش غمگین باشند. تا کور شود چشمهای هرزگرد شامیان روباه صفت، گرگان در رند خوی بی اصالتی. رحمت پروردگار بر این مخدرات شایسته، بر این همراهان قریب قربت امام المصائب.